ایران ما، کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بیبدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظارگر تنوع بسیار در زمینه‌های نظیر زبان، آیین‌ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های اینچنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می‌کنم تا در مجموعه‌ای مستند به نام پارسین زیبایی‌های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. در میانه های راه رشت به سمت رضوان شهر و در فاصله 9 کیلومتری از این شهر روستایی هست به اسم کفترود. در قسمتی از این روستا محوطه وسیعی وجود داره که صاحب کل این ملک اداره منابع طبیعی بود. این زمین ها جزو آخرین قسمت از حوزه استحفاظی شهرستان رشت به شمار میاد. در هر سال و تقریبا از اوائل بهار دامدارها تعداد زیادی از حیوانات مانند اسب، گاو و گاومیش که به حدود 1000 رأس میرسه رو در این منطقه رها میکنن. زمان رهاسازی این حیوانات تقریبا همون وقتیه که روستاییان به کار کشاورزی که بیشترش برنج کاری مشغول میشن. این رهاسازی تا پایان شهریور هر سال ادامه داره، یعنی درست تا زمان پایان برداشت محصولات کشاورزی، مخصوصا برنج. به خاطر زمین مرغوب و شرایط ایدئال محیطی، هر سال در فصل بهار این ملک تبدیل به علفزاری سرسبز میشه که دام‌های مختلف در شرایطی عالی از این علفزار بهره‌مند میشن. وسعت این علفزار به حدود 80 هکتار میرسه. در سال 1391 قرار بود 50 هکتار از این زمین‌ها به شهرک صنعتی تبدیل بشه که خوشبختانه تا الان این کار عملی نشد. البته طبق شنیده های ما این 50 هکتار برای ساخت شهرک صنعتی واگذار شده و دیگه منابع طبیعی صاحبش به حساب نمیاد. تمام این زمین پهناور در فصل‌های پاییز و زمستان و پس از بارش باران‌های فراوان ظاهرش دگرگون میشه و شکلی کاملا متفاوت به خودش میگیره. یعنی این مکان 10 هکتاری
به آبگیری وسیع تبدیل میشه که منظره بسیار زیبا رو رقم میزنه. تصور این نکته که این منطقه وسیع سرسبز از بین بره و 50 هکتار از 80 هکتارش تبدیل به یک شهرک صنعتی بشه تن انسان رو میلرزونه. در ابتدای جاده رضوانشهر به مناطق کوهستانی جنوب این شهر بارش باران شروع شد و ما به اجبار دست به کار شدیم و پس از کشیدن چند لایه نایلون روی وسایل و تجهیزات به راهمون ادامه دادیم. با اینکه یکی دو سال پیش از مسیری نزدیک به رضوان شهر و اطرافش گذشتم، ولی در طول این سفر به تفاوت‌های بسیار زیاد حدوداً 14 سال پیش که برای اولین بار به این مناطق اومده بودم فکر می‌کردم. تفاوت‌های چشمگیر که زمین تا آسمون چهره این مناطق رو دگرگون کرد. مسافت رضوان شهر تا روستای ارده حدوداً 30 کیلومتره. از مسیری خیس بارون و با تماشای مناظری دلربا و لذت دیدن این طبیعت زیبا در راه رسیدن به مقصد در حرکت بودیم. در سفرهای حدوداً 14 سال قبل که در طی فصل‌های مختلف انجام شد، جاده خاکی و پرسنگلاخ وجود داشت که راه دسترسی به مناطق بالا از طریق این جاده بسیار دشوار انجام می‌شد. در اون سفرها بیشتر به عکاسی پرداختم و حاصلش صدها عکس آنالوگ بود که برای من مثل گنجینه‌ای با ارزشه. باز هم با صحنه غمبار و آزاردهنده مواجه شدیم. اسبی که بارها تا پای مرگ پیش رفت و دوباره به زندگی بازگشت. این حیوان نجیب توسط اشرف مخلوقات به بدترین شکل ممکن مورد آزار قرار گرفت. تو رو میشناسه؟ با من غریبگی میکنی؟ یه ضربه هم نزدیکتر برمیگرده که جفتک بزنم. هم چند سال؟ 12-13 سالشه؟ الان نزدیک 13 سال. 13. تو چند سال گرفتی؟ من الان دست منه 10 سال من گرفتم. تو هم واقعا ازدش کردی یا نه عجیب؟ راست بگیر، جدی ازد نکردی؟ نه، اینکه نباشه من اصلا نمیدون هیچ کاری. نه، بهت هم نمیاد که از یادش کنی. نه. اسم این اسب کورینه. کورین یعنی نارنجی. زیاد نارنجی هم نیست، بیشتر قهوه‌ایه تا نارنجی. سرگذشت این اسب انقدر عجیب غریب و بالا پایین های زیادی داشته که فکر میکنم فقط از این اسب میشه یک فیلم ساخت، یک فیلم مستند، ولی مستندی که کلی توش درد و رنج داره. این قبل از 3 سالگیش بوده که این گرگینو گرفت. و دومش کیه؟ دومش کی؟ جدیده دست من. چند سال؟ آره 4-5 سال. دو بار گرگ به این اسب حمله کرده. یک بار قبل از 3 سالگیش بوده که
قسمت رون چپش رو کنده و بعد بخیه زدن و الان خوب شده. یه بار دیگه هم که صاحبش آقا مجید بوده، بودن 4-5 سال پیش، یه قسمت از دومش رو بریده. یه چیز خیلی دردناکتر اینه که وقتی داشته علف میخورده تو مناطق بالا و ییلاقی، یه مار به صورتش زده و مدت‌ها نه غذا میخورده نه از جاش میتونسته پاشه. انقدر دوا و درمونش کردن که تا اینجا رسوندنش. مار کی زدهش؟ مار الان نزدیک 3 سال میشه مار این زد. 3 سال؟ مار... این سمتشو زد؟ آره، نه پایینش زد. زیر لبشو؟ زیر لبشو. بعد از دکتر پرسیدم چیکار کنم، باید فقط دارو سوزن میدم که این رو مرده. فقط این نزدیک حدودا 15 روز دوا درمونش کردم. دوا درمونش کردم فقط با آب. آره این از خیلی دست من زیج کشید. دست تو زیج کشیدی قبلیه؟ قبلی هم دست من این دو خلاصه این مارکی زد دیگه دست من بود دیگه. مجید خودش هم اعتراف میکنم که دست من هم زیج کشید. البته مجید اصلا مثل اون صاحب قبلیش نیست. صاحب قبلیش یک احمد نامی بوده که یک داغ خیلی بدی رو روی کفل اسب زده، روی رون چپش زده اون سمتش و اسم خودش رو زده روش. باز هم قانع نبوده، گوش چپ اسب هم بریده، یک نشونی داشته باشه که اگر مثلا اسبش گم شد یا کسی اینو دزدید تا از روی اون نشونی بتونه اسبش رو پیدا کنه. خود آخه خیلی دیگه بی وجدانیه، خیلی مونده دیگه بی رحمیه. آخه اون بار که قشنگ اسم خودش رو هک کرد روی رونش. فکر کنم که این کارو کرده، این داغ رو نزده که این گوش رو بوده، بعدش داغ. آه اول گوشش رو برید بعد داغ گوش. هر کدومش باز بده، اگه گوشش رو برید چرا داغ زد؟ اگه داغ زده بود چرا گوشش رو برید؟ این کار یه خیلی دست. چند سال این اسب زنده میمونه؟ حدودن اسب حدودن خوب نگهداری 25 سال. 25 سال این بوده الان نصف سنش رو رفته. با این بلایی که سرش اومده خیلی بلایش. بیجلو حداقل تو رو ببینه زیاد نترس. از من نترس. خب یواش یواش برو سر کنسن. این بر میگرده و هر لحظه امکان داره که جفتک بزنه. جفتک اسب و اولاغ و قاطر هم وحشتناکه. کورین کورین اصلا نمیدین برمیگرده. بایسته بایسته نمیخوام اذیتش کنم. اونم میذاره نوازشش کنم یا نه؟ بلش کن. آخر نزدش نوازشش کنم. بلش کن اذیتش نه. بلش کن. تقریبا اولین اسبیه که کسی داشته نزدشتم برم نزدیکش. نه آخه این بالاخره تونستم نوازشش کنم. عجب اسبیا، من حق میدم بهش، اینقدر ظلم شده بهش. خدا رو شکر چون تو رو میشناسم میدونم که مثل صاحب قبلیش نیستی و مهربونی. از اون صاحب قبلی ناراحتم که چقدر اذیتش کرده. بیا میبینم. خدافظ.
از واکنش های این اسب میشد فهمید که چقدر از مواجه شدن با انسان فراریه و از نوع بشر حراس داره. شوربختانه در بعضی سفرها با چنین صحنه هایی مواجه می شدیم و به نظر تماشای این موارد می بایست برای ما عادی می شد، ولی این نکته رو مطمئن بودم برای من به هیچ وجه دیدن و مواجه شدن با این صحنه ها عادی نمی شه و همیشه تا مدت ها ذهنم درگیر ظلمیه که در حق این حیوانات بی زبان مرتکب می شیم. روستای بسیار زیبای ارده در 35 کیلومتری شهر پونل قرار داره. روستایی که به چند چیز معروفه. اول برای صنایع دستی و هنرهای زیبایی که مردم این روستا دارن. و بعد یک چیزی که الان دیگه نمیشه گفت زیاد به اون شاخصه معروفه. اون هم معماری بسیار کهنش بوده که الان انقدر دستکاری شده این معماری که دیگه زیاد در مورد اون نمیشه گفت این روستا به چنین خصیصه معروفه. معماری که هنوز میشه گفت خونه ها به همون شکل قدیمی هست، ولی در خیلی از جای ایران میبینید که سقف های خونه رو برمیدارن و عوضش میکنن. اینجا هم متاسفانه دچار همون مشکل شده و مثلا خونه‌ای که در پشت سر من قرار داره، خونه‌ای که روش سقف چوبی داشته. زیبایی طبیعت این روستا هم خیلی خیلی جذاب و در نوع خودش واقعا دیدنیه، به خاطر اینکه در وسط سلسله کوه البرز قرار داره و این جنگل‌هایی که در اطراف من هست، جنگل‌های هیرکانی که حدوداً 40 میلیون سال قدمتشونه، جنگل‌هایی که در بالادست کاملاً اثر تخریب آدمی درش مشخصه و تقریباً چیزی از جنگل در اون اطراف نمی‌بینید. در روستای ارده وقتی از کنار رودخونه حرکت میکنیم و به بالای روستا میایم، قسمت بالا دست رودخونه، کوچه باغهایی رو میبینیم که در نوع خودش بسیار زیبا و جذابه. هرچند که این کوچه باغها نسبت به گذشته ماهیتش عوض شده، شکل ظاهریش تقریبا دگرگون شده، ولی باز زیبایی های این روستا اینقدر زیاد هست که میشه گفت این نازیبایی ها اونقدر آدم رو اذیت نمی کنه و زیاد به چشم نمیاد. در گذشته تمام اطراف خونه ها و مزارع کشاورزی رو سنگچین ها تشکیل می دادن، یعنی دیوارهایی که با سنگچین درست می شدن و هر خونه و هر ملکی با دیوارهای سنگچینی مشخص می شد حد و حدودش. الان به جاش فنس و سیم خاردار اومده که میشه گفت شکل ظاهر خوبی نداره و برای من همیشه آزاردهنده بوده. هوا بسیار خنکه و فکر کنم درجه هوا الان حدوداً تا چند لحظه پیش که دیدیم 10 درجه بوده، در صورتی که تهران در همون لحظه حدوداً 37 درجه بوده، یعنی چند برابر اینجا. در ارتفاعات همیشه همینجوریه، دمای هوا همیشه خنک‌تر و همیشه متغیر این هوا، جایی که همیشه ابر و آفتاب در کنار هم میتونه باشه مه میشه و سریع میتونه دوباره مه تبدیل به بارون باشه و در عرض چند دقیقه دوباره میتونه هوا صاف صاف بشه. در میانه های روستای ارده یک خونه خیلی زیبا قرار داره که به قول خودشون میگن سنگکن، یعنی با سنگ و گل طبیعی ساخته شده و در ضخامت‌های بزرگی هم این دیوارها چیده میشن. سقف این خونه هم باز لتسر بوده که همون چوب به سر بوده که بعداً اینو تخریبش کردن و تبدیل به این سقف حلبی شده.
باز جای شکش باقیه که به جای سقف حلبی حداقل این سقف‌های زشت ایرانی و سقف‌های رنگی که اصلاً زیبایی خاصی ندارن رو جایگزین نکردن. به نظر خونه متروکه‌ایه، ولی اکثر کسایی هم که این خونه ها رو دارن در فصلهایی که هوا گرمتر میشه به مناطق مرتفعی مثل اینجا میان و چند روزی در سال رو، حتی چند ماهی در سال رو در همین خونه ها سر میکنن. خدا حافظ ننه از کار باشین برو جان، خدا حافظ زده از کار باشین ننه جان، رضایت رون ببو بدیم ببخشن ننه جان، سلامت بمونه از کار باشین ننه جان، سلامت بمونه از کار باشین بندون بندون آشنا و بالا بندون آشنا، بندون بندون آشنا آیه هینا بندون آشنا، کلن نرام مبادا کلن ایمان آشنا، کلن درام مبادا کلن ایمان آشنا. جوجه با قلمونه که در از چند دقیقه هوا کاملا از حالت صاف به ابری و بارونی تبدیل شد و سری اینا رو باید جمع کنن تو جاشون بذارن که بارون اینا رو خیسشون نکنه و سرما میتونه این جوجه های پنج روزه رو از بین ببر. خدای نکرده. هم کار ما نزن منو من جوجه های مرغه، جوجه های بوغلمون دیگه، چه رد و برقی دودن یه روب شاید طول کشید تا کاملا هوا عوض شد و تبدیل شده یه هوای ابری و بارونی.
آمنه نمونه‌ای برجسته از قشر فراوان دختران روستایی این سرزمینه که دست روی دست نگذاشتن و با تلاش و پشتکار و با پرداختن به یکی از مشاغل اصلی زنان این سرزمین به کار تولید صنایع دستی مشغول شدن. هرچند در این راه به خاطر وجود موانع کوچک و بزرگ دچار توقف‌هایی هم میشن، ولی عزم و اراده محکم این افراد برای طی کردن مسیر پرسنگلاخ و ناهموار زندگی به اندازه‌ای که مشکلات و ناملایمت‌ها رو به زانو در میارن و تمام سختی‌ها رو پشت سر میذارن و به راهشون ادامه میدن تا به هدف برسن. از معدود روستاهایی که همچنان درش بافندگی انجام میشه، روستای ارده هست که در بین راه شهر پونل به خلخال، در مسیر پونل به خلخال قرار گرفته و تنها کسایی هم که به این کار مشغول هستن خوشبختانه این خانواده آقای نوایی، آمنه نوایی به همراه عمه‌شون هستن و مادرشون هم میبافند. عمه خانم نوایی از قدیمی ترین بافنده های این منطقه هستن که به خیلی از افراد دیگه هم یاد دادن. آمنه هم حدوداً از 10 سالگی از ایشون یاد گرفته و الان مدت ها سالهای ساله که از کودکی شروع کردن و تا الان میبافند. آمنه، از همه بیشتر توی این خونه تو میبافی یا عمت میبافه؟ نه، بیشتر من دارم میبافم. بیشتر خود میبافی، آفرین. بیشتر ساعت‌های کاریت همینه، پارچه بافی. بعد از کجا بیشتر سفارش داری؟ من الان بیشتر اینم از خارج سفارش دارم، ولی ایران ندارم. بیشتر از ایران خارج داری؟ آره، خارج بیشتر تر دارم از ایران. جالبه که بیشتر از ایران. کانادا، میان... هلند، ترکیه. واقعا؟ واقعا. ژاپن هم شنیدم. ژاپن، بله، ژاپن دیگه حساب نیست. این کسایی که میگن کار ما رونق نداره و چه این کاری رو گذاشتن کنار، پرتغال، پرتغال، ترکیه، کانادا، ژاپن، بله، هلند، بله، حسابش کنید. این کسایی که هی میگن که این کارمون مشتری نداره و بازار نداره، بالاخره همچنان دارن کار میکنن و با این پشت کار و ممارست بوده که مشتری های خارجی هم تونستن جذب کنن و متاسفانه ایرانی ها و در داخل کشور سفارش خاصی بهشون نمیدن. چند ساله که الان شما رو میشناسن بهتون سفارش کار میدن؟ الان 7-8 ساله. 7-8 ساله، خیلی بل. خوبه. راضی هم هستم، خدا شکر از کارم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. همونه جورابی که به پات هست و کی بافته؟ من خودم بافتم. خودت بافتی؟ 5 میله؟ بله. آفرین. از اون نخای رنگیش چیه؟ اون نخای رنگیش هم خودمون رنگ کردیم. رنگ رزی هم خودتون انجام میدین؟ بله. جوراب هم برای ژاپن میبافی؟ بله. 100 جفت، 50 جفت براشون تا تهران پوست میکنیم، بعدا دیگه میبره براشون خارج، ژاپن، ترکیه، به فکر فامیلشون میدن. بیشترین سفارشتون پس باز جوراب پشمیه یا پارچه؟ جوراب پشمی و همین پارچه پشمی. و شما بیشتر همین پارچه بدون نقش و نگاره، بعضی وقتا پارچه کانوایی هم بهتون میدن. بله. یعنی نخ کانوا میدن که براشون پارچه بافته. بله، بله. اینا ایرانی هم بیشتر دیگه، خارج از کشور هم کانوایی میخوان؟ نه ببین، این مثلا الان نخمون طبیعیه، گوسفنده. بله. پشم گوسفند طبیعی رنگ نشده ایه. بله. بیشتر مثلا برای عاشق فقط طبیعی هم مثلا رنگ نشده شیمیایی نیست، به خاطر همون مثلا فروش داره. برخلاف ما ایرانی ها. بله. حتی ما ایرانی ها بیشترمون اینجوری هستیم، هنوز کسایی هستن که دنبال همون چیزه طبیعی. بیشتر از چوپانه الان دارن استفاده میکنن، کت و شلوار جلقه با باشلاق میگن. باشلاق. آره. باشلاق همون شال بلندیه که چوپان ها به روی شونشون میندازن دیگه. چقدر خوبه که یه نفر کار آب و اجدادی شد، تو این سن جوانی یاد گرفته، از سن کودکی شروع کرده و همچنان کار میکنه و بیشتر اوقاتش هم همین کار تشکیل میده و
اکثر روزها به همین کار اشتغال داره و راضی هم هست. خدا رو شکر از خارج از کشور هم بهشون کلی سفارش میدن در طول سال. بیکار نمیمونید دیگه، درسته؟ نه خیر، من با همین بیمه‌مون رد میکنم خدا شکر، برای خونم استفاده میکنم، پولشو پس اندازم میکنم. خدا شکر. این همه کشور خارجی گفتی که مشتری داری، شاگردی هم میخوای من دیگه؟ شاگرد نمیخوای واقعا ما بیایم اینجا؟ نه شاگرد دیگه نمیخوام. چرا؟ ولی این دستگاه ولی دیگه چیزی در نمیاد که من ازش تون بخورم یا به کسی دیگه بدم. اجزای مختلفی داره این دستگاه بافندگی که به این میگن گوشواره، به این میگن ورده، ورده درسته؟ ورد ورد، ورد، به این میگن انگاز، به این میگن چی؟ نوردچو. نوردچو و اون شبیه کلاش ترمزه چیه؟ کارشی میگن تخته، فارسی میگن این ترمز کلاچ. واقعا فارسی میگن ترمز کلاچ؟ آره ترمز کلاچ میگن. شبیه ترمز کلاچ است، من گفتم شبیهشه ولی مثل اینکه به فارسی هم میگن ترمز کلاچ. این دستگاه پارچه بافی هم میگن چرچوب، اون چهارچوبه و به این نخهای پشمی که هنوز نبافتن میگن شال، شال خام بیشتر و وقتی که بافته میشه بهش میگن شال. نه عمود هم خیلی هنرمنده دیگه، الان عمود که من میدونم نجاری و این کارا رو انجام میده، من اینو دیده بودم اینجا که اینو بابا درستش کرده. درسته؟ بله، این بابا الان درست کرده. با چی؟ با این دازو، با سوهان و سان میگیم. سوهان. آره. با این چیزا مثلا نشسته پیش گسفندا سرگرمی خودشم بود. بیکاریش برای سرگرمی باشه. این با ابزاری که خیلی خیلی ابتدایی و بدوی هستن تونسته یه چنگال درست کنه. موقعی که کنار گوسفنده نشسته بود با داس و سوهان چنگال به این زیبایی رو ساخته باباشون. عموشون میگن که ماهرتر هستن، من شنیدم که خیلی کارهای مختلف میکنن و چند تا کارش هم دیدم. بیشتر نجاری عموتون وارده دیگه، درسته؟ بله، ملاقه، کفگیره، قاشق، چنگال اینا رو همراه خودش درست میکنه. بخشاب چیزای مثلا چوبی قدیمیه، شاخهای گنون زدن تو طبقه بالا داریم. آره. اتفاقا تو درخت ریشه اونا رو در آورده. من دیدم اولش فکر کردم که شاخ گوز واقعی. نه شاخ گوز نیست. آره من تعجب کردم. درخت ریشه دو تا شاخ گوز شبیه شاخ گوزنه که بالاست و من پرسیدم که این شاخهای گوز مال کیه؟ گفتن که اینا رو عموی من درست کرده. گفتم یعنی چی؟ گفتن از ریشه های درخت چیزایی رو کنده بود، یعنی یه قسمتی از ریشه درخت رو دیده بود که شبیه شاخ گوزنه و اونها رو روش کار کرد و بیشتر شبیه شاخ گوز در آورد که من واقعا فکر می‌کردم شاخ گوزنه و از این خوشحال شدم که حداقل بعضی از خونه های روستایی که میریم میبینیم انقدر شاخ کل و بز و گوز همه جا به در و دیوار آویزونه، اینجا به جای شاخ گوزنه واقعی از ریشه درخت استفاده کردن ولی شکلش واقعا شبیه شکل شاخ گوزنه که روش کار کردن، تراشیدنش و به این صورت در رو بردن. این من اصلا دیروز واقعا فکر کردم شاخ گوزنه. حتی یه ذره دور بودن. بله. هنر کار هر کم نیست. شما خانوادگی هنرمندید دیگه. حالا یه بی هنرم شاگردی قبول کن دیگه. نه شاگردی قبول نمی کنم. برای من نمی صرفه. بی 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 اینجا بوغلمونی ها از این بچه ها تو برو کنار، تو اون جو رو بخور، یا تو جو بخور، بیا بیا
تمام این مرغ و خروسا و بوغله اونها مال آمنه است و کار رسیدگیش هم خودش انجام میده. بعضی اوقات هم عمه خانوم بهش کمک میکنه. وقتی که پدرش و برادرش میرن به ییلاق برای نگهداری گوسفند و گاوها، بیشتر کارش اینجا همون بافندگیه و رسیدن به این پرنده هاش. اگرچه پرنده هایی که آمنه پرورش میداد تعداد قابل توجهی نبودن، ولی نکته قابل ذکر اینه که نگهداری همین ها هم صبر و حوصله و پشتکار زیادی رو میطلبه. این سعی و تلاش در ابعاد مختلف باعث میشه که افراد از راه های متنوع آیدی هایی داشته باشن. هرچند شاید به تنهایی هر کدوم از این کارها کفاف زندگی رو نکنن، ولی در کنار هم میتونن درآمد مناسب و قابل توجهی به حساب بیان. در زمینه صنایع دستی و آموزش این هنرهای اصیل به نسل‌های جوان، افراد با سابقه و اساتید این حرفه‌ها ارزشی غیر قابل وصف دارند. استادهایی مثل زرافشان خانم، عمه آمنه و لیلا خانم مادرش که سالها تجربه و مهارت رو با شیوه‌های خاص خودشون به افراد زیادی آموختن تا این چراغ هرچند کمسو همچنان روشن بمونه و در پناه نور این چراغ افرادی با تکیه بر اصالت‌ها و سنت‌های با ارزش بومی به زندگی روستایی و جزء مهم اون یعنی تولید ادامه بدن. شما دستتون زخم شد؟ من که اول کار زدم اینا. تمرین باید بکنم. یالو میترسم. اما از چند سالگی شروع کردین شما؟ اما خیلی وقت الان. خیلی وقت چند سالگی؟ شما چند ساله بودید؟ من دارم برشی اسبابی من. خود مدهش هفت سال اگری که ننه شونه انریش پرش مجری ننه و انری اما نینه که پره گریم نواجم اما یاد بگیرم. از هفت سالگی پس یادی؟ از مادرتون؟ بله. چره رشته دستگاه شمای چره دیگه چره. چرخ نخریسی و تمام این کارها رو پس بیشتر از مادرتون یاد گرفتین؟ مادر یاد گرفت. عمه خانم استاد بیشتر افرادی هستن که توی خانوادهشون و تو اطرافیانشون به این کار مشغولن و الان بیشترین سابقه رو ایشون دارن در بین افراد فامیل. چند نفر از شما یاد گرفتن میدونین؟ که اما مثلا چون یالاور وجن زنداداش باودین زنداداش ای یاد بتر بگر از چهار تا بر وجن زنداداش دارن همه رو یاد بتر. آها چهار تا زنداداش دارن از شما یاد گرفتن؟ یادم قدر این مثلا رشتشون ها یادم قدر چون نانه مثلا چرن و برشه برن اومده اشتم رشت من خوش پول خراب کرده و این با خوش دونه او دی خوب خراب بکن ولی دونه اشتا رو یاد بگرد ایشم. وقتی خراب میکردن شما بهشون میگفتین این نده خراب بکن ولی یاد بگیر. لب اولی رو چون خوله رو پشمه و دو با خوله پون خراب کرده نانه که بنا دو کرده چون خوله و تین اجه هم دفش دو کرده نانا او جون عجی هم دفعش اگم تا خراب کرده دفعه دیگه چوب ولی حدا می خراب کرده ده یوی من روش مسلی نه تانک. عمه خانم میگن که وقتی بچه بودن حدودا 7 ساله بودن مادرشون وقتی مشغول به این کار بودن و از این کار جدا میشدن میرفتن سراغ مثلا مرغ و خروس و رسیدن به اونها ایشون پشت چرخ می نشستن و شروع میکردن به نخریسیدن. مادرشون که برمیگشت متوجه میشد میگفت کی این چیزا رو دست زده، کی به این دستگاه من دست زده و نخ رو خراب کرده. ایشون میگفتن من دست زدم و مادرشون بهش میگفت که عیبی نداره حالا که خراب کردی عیبی نداره ولی
یاد میگیری همجوری رفته رفته از خراب کردن این نخا خودت اوستا میشی، درسته؟ نفهمیم دیو، نفهمیم ندیم اوستو بیسوه، نناشه اوستو نزگه سه چور سو تک نسته اوستو بزنستی رو نکی ندیم گندم اولین اوستو آره سه چور سو تک نسته. میگه زبان تالشی من زیاد بلد نیستم، ولی میگن که وقتی مادرشون میرفتن گندم رو ببرن آسیاب آرد کنن سه چهار ساعت بودن طول میکشید. همون موقع خوبی بود برای اینکه ایشون شروع بکنن به کار و همون موقع بودش که یاد میگرفتن. همزوده اومد پوجش که دیدین خراب شدی گفتم دسته چرد آره استیش، وقت ما قشنگم بود و رشت منی. یعنی همسایه‌شون وقتی اومد دیدن ایشون دارن میریسن، دیدن که دور دسته چرخ ریسیدن، گفتن که تو همش دور دسته چرخ ریسیدی. خب آره، ولی من اینا هم که جلوی منه رو من خودم ریسیدم، با اینکه نخ کلوفتی هم بود ولی باز ریسیده بودن ایشون. دستگاه با سویفین سالون بیشتر کار کردن، اینقدر من کمک کردیم که مردم شال، همه شال و اولینه 35 سال رو بیشتر نانا کمک کرده. شما بیشتر 35 ساله دارین کار میکنم؟ دست کنم خیلی بکرد. این چی؟ این مال چند ساله؟ چرا الان 50 سال و بیرگرد. 50 سال؟ از من سنش بیشتر؟ چرا از زمان دهتمن، تایه دهتمن منو بیردم. الان دهتمن اینه نیه بله، آدم سو بیردی. چون ننه و تباشم رو بیگه بوه چرهشون برده استو خوشون بگرد برشنشتن که خوشون نا بوش آیا بینیم دتمنی رو تو رو بودم بوشون بیگه بوه هم یا نه ترسیز اگه چیم ننه چیم پولی باید ندن بعدا سوار باشه دتمن رو پیگه بوه اشتی پولی رو آدم باشم رو پیگه بوه میترسید ببرای پولشو ندی دتمن اگلش بگه تا که خدمت علی شه که خوش بگه تا وجه بغلا بودم شاید چون پولی نداری چره انی بابا ما استاده عمه خانم میگن که این چره رو از یک استاد نجاری خریدن که 10 تومن 10 تومنی بهشون فروخت و از استاد خواستن که اینو بهشون بفروشه گفت تو پول داری که اینو خواهی از من بگیری ببری گفتن آره من دارم ترسیده بود استادی که ایشون پول نداشته باشه و بهش نده استاد معروفی بود که کارش همین ساختن چره بود یا همین چرخ نخریسی من در همین چند دقیقه که دارم کار میکنم بارها و بارها دستم رو سوراخ سوراخ کردم یه جاش موجب خونریزی خیلی کوچیک شد خداش رحمت بده هیچ نبود 10000 کیلو مونده پولش خدا ای رحمت بکنه فوت کرده استاد نمایش کشی اون چی عروس خانه میبری آزون سکه باشه هم چره چه من خسوره یه بسته این میبری نمایشگاه اون نمایشگاه برده باش هم چرا چون خسوره یه بسته بادم برد امه خانم میگن که وقتی عروس اون اوستایی که اینو ساخته بود و به من فروخ این چره رو دید یا چرخ نخریسی رو دید از من پرسید که اینو فلان اوستا درست کرده و شناخت کار پدر شوهر خودشو و ایشون گفتن که آره کار همون اوستای معروفه اسمش چی بود؟ اوستای؟ اوستای چی میو ابن استاد عبدالله ها ولی چی عروس خانم اینم خانباجی با خانباجی عروس خانمش بود عروس خانباجی با دی بالا چون تاثیر دست چلان چون نانا یه دیگه خیلی ناشی هم نه اصلا بلد نیستم الان جرده پشمه انا چرا پشم با بیشتر نداره میگن این پشمی که یه بار شونه شده و کاراش تقریبا انجام شده و اگر اون پشم اولیه بود و تازه شسته شده رو میخواستم شونه بزنم از پسش بر نمی اومدم تقریبا خودم شک ندارم که احتمالا همینجوری میشده کار جمعی و اتحاد این خانواده برای ما بسیار تحسین برانگیز بود. حمایت هر کدوم از اعضا و یاری رسوندن به دیگری در مواقع لازم از امتیازهای بارز خانواده نوایی بود. Bye.
دیرمونم سرازیم تلی خوب نکا بیبینم کلا بر دیرمونم حیار حیار یاری بر دیرمونم ساعتی که سفار کلا بیدیرمونم حیار حیار یاری بیدیرمونم ساعتی که سفار کلا بر دیرمونم دلیانده نده صحبت برشم. به خاطر بکر بودن و دنج بودن این روستا، یعنی روستای ارده، حیوان‌ها و جانوران وحشی زیادی در این اطراف هستند. یکی از این جانوران وحشی سموره که به زبون خودشون یعنی تالشیای روستای ارده بهش میگن سموره. بودن 4-5 شب پیش اومد اینجا و حدود 19 تا تخم زیر بوغلمون بودش که تا 10 روز دیگه قرار بود در بیان از تخم. تمام اون تخما رو که 19 تا بود همه رو خورد و بوغلمون شانس آورد که فقط فرار کرد و بوغلمون رو نکشت و فقط تخما رو خورد. این داخل اینجا کلبه‌ای بوده که عروضی که جای مسکونی باشه ولی بعدها شده کاهدان یا کلبه‌ای که در اون فقط کاه و وسیله های مورد نیازشون رو نگهداری میکنن. چقدر هم اینجا خطرناشه، این ریزش کرده به نظر. اینجا همون صحنه وقوع جرمه که سمور زرنگ به این بوغلمون نگونبخت زده و بوغلمونه از صحنه فرار کرد. جان بوغلمون فرار کرده و اینم باقی مونده اون چند تا 19 تا تخم مرغیه که زیر بوغلمون گذاشته بودن. جالبه که خیلی از موقعها میبینیم که تخم مرغ رو زیر بوغلمون میذارن، چون وقتی بوغلمون کرج میشه احتمال داره که تخم بوغلمون نداشته باشن و تخم مرغ، تخم حتی اردک و شاید غاز رو هم زیر بوغلمون بذارن. این 19 تا تخم مرغی که توسط سمور یا سمگوره به قول تالشیا خورده شده باقی موندهش بوده. جالب اینجاست که ما همیشه در مورد خونه های ازگامه‌ای یا ازگامکه که خودشون میگن ازگامکه یا زگالی صحبت میکنیم و این دفعه قشنگ همه چیز این خونه مشخصه که ازگامه‌ای یا زگالی ها چجوریه. این تیرهای عمودی، ستونهای عمودی و دو طرف تخته ها و چوب هایی که بهش میخ کردن و وسطش رو هم با کاهگل خرد کردن، روش رو هم کاه و گل میزنن، یعنی کاهگل، ملات کاهگل میزنن و روی ملات کاهگل هم با خاکهایی که احتمالاً از اطراف میارن میگن گلکاری میکنن، روشو گلکاری میکنن. اینو هم به زبون تالشی میگن واشنجن، وسیله که برای بریدن کاه یا تیکه تیکه کردن علف ازش استفاده میکنن. و چقدر کاه را داخلش به نظر خیلی کنده و زیرش کلی کاه داخلشه، کنم دیگه ازش نشسته بکنه این اصلا میبره یا نه. نه بابا خیلی کند شده، به خاطر همین کلی کاه رفته داخلش، بیخیالش میشه. که در کنار منه اسمش از سخدار، به نظرم ریشهش در سرخداره ولی این سرخدار نیست، درخت آزاده، درختی که تنه خیلی محکمی داره به خاطر بافت خیلی فشردش و در معماری های زیادی در شمال ایران ازش استفاده میکنن و
و در بعضی جاها در استان مازندران بهش میگن ازاردار، در گیلان ازادار، ازادار هم میگن. این درخت رو دوستان اداره برق اومده بودن که سیم کابل فشار قوی از این بالا رد کنن. درخت خیلی تناور و بلندی بود که با اینکه بهشون گفته بودن اینو قطع نکنین، درخت برای ما با ارزشه و تا اندازه جنبه تقدس داره، دوستان اداره برق اینو قطع کردن و تقریبا هیچ چیز ازش نمونده. انقدر این درخت بزرگ بوده که از اون سمت تنه هاش ببینید تا چند متری همش به نظر مثل از یه تنه بوده، از زیر به هم بسته که اینطوری باز شده. وقتی که این درخت رو قطع کردن از پشتش شاخه‌هایی رفته بالا، جوونه زده و اونها هم دارن تبدیل به یه درخت میشن و خدا کنه هر درختی که ما قطع میکنیم اینطوری بشه، سرنوشتش نابودی کامل و محض نباشه و از کنارش جوونه‌ای بزنه و اونها هم تبدیل به درخت بشن. این فضا فضای مقدسیه، میگن یک آدم خیلی خوب در اینجا دفنه و برای همین این درخت رو هم درخت مقدسی میدونستن و دلشون نمیخواست که این درخت قطع بشه. در زمینه معماری و نشانه های خاص اون تا چند سال پیش روستای ارده یکی از روستاهایی بود که نمونه های خوبی از معماری بومی رو میشد در اینجا پیدا کرد، ولی به مانند بسیاری از روستاهای دیگه این نشانه ها به مرور زمان از بین رفت و بناهای امروزی موجود جای اون ساختمون های اصیل رو گرفتن. از موارد باقی مونده در این روستا چند بنای نسبتاً قدیمیه که شاید به لحاظ معماری ارزش خاص و ویژه‌ای نداشته باشه، ولی همین بناهای باقی مونده دارای نشانه‌هایی در خور توجهه که در جای خودش باید حفظ و نگهداری بشه. این هم یک نمونه از خونه‌های سنگ و گلیه که در کفش از چوب استفاده شده و این تیرک‌های افقیان چوبیه. خونه خیلی زیباییه و عظمتی داره. این تیرای افقی بالای سقفش هم خیلی خوشگله. حیف، چقدر حیف که زیاد از این خونه ها دیدیم در روستای ارده ولی قدرش رو نمیدونن. این خونه هم معلومه که متروکه است. درای زیبایی که اینجاست، پنجره های خیلی خیلی قشنگی که در پشت این ساختمون قرار داره و سقف ایرانی که باز هم ساده ترین چیز بوده برای جایگزین شدن لتسرها، یعنی تخته هایی که بر روی پشت بوم به عنوان سقف پوشونده بود اینجا رو. ایرانیت هایی که در ساختمون پشتی هم معلومی که مورد استفاده قرار گرفته. فکر میکنم با یه خرج کم بتونن دوباره ایرانیت ها رو بریزن پایین و همون لتسرها رو دوباره احیا و بازسازی کنن و از این ساختمون بتونن خیلی خیلی خوب استفاده کنن. ساختمون سرپا و به نظر سالمیه و حتی اگر خودشون هم نخواهن اینجا بمونن، اگر دلشون بخواد میتونن به عنوان یک مرکز اقامتی بومگردی ازش استفاده کنن. چقدر منظره قشنگی داره، درخت های گردویی که سر به آسمون ساییدن و یه دونه درخت بهم که اونجاست، اونم خیلی بزرگه. حیف حیف از این ساختمون های زیادی که در اطرافمون هست و قدرشون نمیدونیم. بهترین راه رو تخریب اینها میدونیم و جایگزینی ساختمان‌های امروزی به جای این ساختمان‌های زیبا.
نیلو خانم، این چند ساعت طول میکشه که بافته بشه؟ ایروز. یه روز؟ بله. بعد با 4 میل هم میشه بافت؟ نه خیلی. فقط 5 میل. 5. از کی یاد گرفتین شما؟ مادرم. از مادرتون؟ بله. آخر این کار میشه جوراب های قشنگی مثل این جوراب هایی که در جلوی من هست، که اینها مخصوص خانم ها بافته شده، همش هم از پشمه، همیشه برای این که بفهمم آیا این جنس پشمی هست یا نه، اینو به صورتم میزنم اینم که سیخ سیخ میکنه یا نه. پرسیدم که این رنگی هاش هم از پشمه، که گفتن آره. لیلی خانم اینا هم از پشمه دیگه، درست؟ این بله، رنگی بله. اینم برای خانم ها که رنگیه. این ولی کامواییه. بله. آره این نرمه. بله بله. ولی یه ذره اینجا نظر زبره. برای آقایون که بزرگتره بیشتر طول میکشه؟ بله. مثلا چقدر بیشتر؟ این مثلا یک روز طول میکشه، اینم یه روزه؟ نه، این دو روز. دو روز؟ بله، این یک روز. دو روز برای یه جفت جوراب. واقعا ماشاءالله به صبر و حوصله شما. همه که سخته. آره. اخ سخت خیلی. چقدر نقش و نوش داره این. خیلی سخت. خیلی قشنگه. نمی که کیفه دیگه. داره این مشخصه دستش. اینا آمنه بافته یا شما؟ بخیر آمنه. آمنه بافته؟ بله. آفرین. این که مشخص همش از پشمه دیگه. بله بله. چقدر صنایع دستی مختلف و متنوعی دارن. تازه این یه قسمت کوچیکی از بافته های این خانواده بوده که من تونستم بیارم جلوی دوربین. ازش مشخصه دیگه، این جانمازه. این چیزی که ما قبلا بافتیم و اسم شال بود همینه. تو متراژ تقریبا 10 متر شاید بیشتر بافته میشه و اینو به هم دیگه میدوزن میشه این، که یه جورای شبیه یک کیسه است. چند تا شال رو به هم دیگه میدوزن به حدود اینقدر، فکر میکنم دوربر 180 سانت، و از صبح شروع میکنن اینو داخل یک تشت یا لگنی میندازن و آب ولرم بهش اضافه میکنن و با پا میکوبن تا غروب که اینو بکوبن تبدیل میشه به این پارچه که کاملا جنسش نمدی ماننده. اصلا آدم نمیتونه حدس بزنه که چنین چیزی که بافتش هم قشنگ مشخصه تبدیل بشه به یک چنین پارچه ای. کاملا اینها مشخصه توی این. الخانم دستتون در نکنه. این چند روزم تا ما میتونستیم اذیتتون کردیم دیگه. همیشه هم نگران غذا خوردن ماست. میگه شما چی میخورین؟ چرا به من نمیگید من براتون غذا درست کنم؟ ایشالله عروسی بچه هاتون جبران کنیم. سلامت بشه. اگه دعوتمون کنین دعوتمون میکنین؟ خیلی لیا نامت رو آمد و بعد بی نامه میدیم به ما؟ بله قربون دارم، دست شما در نکنم. چطوری دست در نکنم؟ دست شما در نکنم. به صورت اتفاقی به خونه ای رسیدیم که میشه گفت تنها خونه ایه در این روستا که سقف سفالی داره. سفالی که با سفالهایی که ما قبلا دیده بودیم یه ذره متفاوته. سفالش بیشتر
شبیه سرکش آه یا بالای آه. ما سفالهایی که در قسمت‌های مازندران و بعضی نقاط گیلان دیده بودیم سفالهایی بوده که به شکل استوانه نصف شده است، یعنی استوانه‌ای که از طول به دو نیم تقسیم شده باشه، ولی اینجا فکر می‌کنم به خاطر شرایط آب و هوایی که سفالهای تختر استفاده می‌کنن. خونه خیلی زیباییه و من تنها خونه‌ای دیدم که سقفشو بر نداشتن و عوضش نکردن و به همون صورت سابق ازش نگهداری میکنن. امیدواریم حالا هم این خونه پابرجا بمونه و اگر جایی هم ازش آب چکه میکنه به سمت پایین اون رو درستش کنن و سقفو بر ندارن، عوض نکنن. چه رنگ آبی قشنگی زدن در پایین که در انباریه رو قهوه‌ای کردن، پنجره ها و درها و پله ها رو رنگ آبی زدن. خداحافظ ننه از کار باشیم برو جان، خداحافظ زده از کار باشیم ننه جان، رضایت رون ببو بدیم ببخشن ننه جان، سلامت بمونه از کار باشیم ننه جان، سلامت بمونه از کار باشیم. هیار هیار یاری بردیرمون اما صد یه سبار کلا بردیرمون اما، هیار هیار یاری بیندیرمون اما صد یه سبار کلا بردیرمون اما، اولی ابواجیش ازشت یاریم یاری بردیرمون اما، سرازیم تلی خواب نکا ببینیم کلا بردیرمون اما، سرازیم تلی رونگا ببینیم یاری بردیرمون اما، هیار هیار کلا بردیرمون اما صد یه سبار یاری بردیرمون اما، هیار هیار کلا بردیرمون اما صد یه سبار یاری بردیرمون اما. قشنگه نازنین بیرن دلیم بیقراره